oh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أرزي سلام أدب درام خدمتي تمام شما بنندقاني عزيزي محترم شبكي جهاني نور بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه ما وراء نهر در این قسمت از برنامه خواهیم پرداخت با شخصیت های بزرگ ما وراء نهر که در برگیرنده تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرغیستان و قزاقستان می باشد در این سرزمین ها همچنان در قسمت های گذشته گفته بودیم که شخصیت های بزرگ و امامان و حافظان و محدیسان و مفسران بزرگ به دنیا آمدن و برای اسلام و مسلمین خدمت های فراوان انجام دادن ما در این قسمت کوتاهی که وقت بسیار نداریم در مورد بعض از شخصیت های مهمی که ما اینها را از باغ محمدی صلی الله علیه و سلم گلچین کردیم و برای شما پیشکش خواهیم کرد شخصیت هایی که در علم خصوصا در علم تفسیر و قرآن و علم فقه و اصول فقه تبحر داشتند و توانستند که با قلم و سخن و تدریس و با همه اینها برای مسلمان ها تا این روز خدمت بکنند اولین شخصیتی که ما برای شما ذکر خواهیم کرد یک شخصیت بسیار مهم هست که هم حافظ هست در علم حدیث و محدیث یکی از امامان بزرگ حدیث به شمار رو می رود و همچنین یکی از مفسرهای بزرگ عصر خود زمانه خود بود و تا این زمانه و تا روزی که این دنیا هست این شخصیت بزرگی که ما اول ذکر آن را مختصرا خواهیم ذکر کرد و بعد از آن می‌پردازیم به دیگر شخصیت‌ها و زندگی آنها را نیز کوتاهان برای شما ذکر خواهیم کرد. عبدالرحمن داریمی از سمرقندی که از علمای سمرقند در زمانی خش بود و یکی از محدثان و مفسران و یکی از مفقیهان و در تمام این موارد کتاب های تعلیف کرده است این ایشان در سال 255 هجری به دنیا آمد موافق به 797 میلادی نامی ایشان چونین است ابو محمد عبدالله ابن عبدالرحمن ابن الفضل ابن بهرام ابن عبدالسمد الدارمی التمیمی از سمرقندی که اصل و نسبت اصلیش برمی گردد به سمرقند ایشان استادان بسیار بزرگ داشتند و زانوی تلموز پیش ابن عون و یزید ابن هارون و دیگر شخصیت های بزرگی معاصری خودش زانوی تلموز زد و شخصیت های بزرگ و اندیشمندان و عالمان و محدیسان و فقیهانی بسیار بزرگ ارجمند از این شخصیت روایت کردند و شاگردان ایشان بودند یکی از اینها شخصیت بزرگ امام مسلم و ابو داوود و ترمیزی و ابو زرعی رازی و دیگر شخصیت های دیگر و همین که امام مسلم و ابو داود و ترمیزی و ابو زرعی رازی که این شخصیت های بزرگ شاگرد ایشان بودند برای فهمیدن و شناختن این شخصیت بزرگ کفایت میکند که همین قدر تعریف کنیم و تعلیفاتی که ایشان برای مسلمان ها و برای خدمت اسلام گذاشته اند چند از آنها را نام میبریم و ذکر خواهیم کرد از همه مشهورترین آنها سنن دارمی هست که در علم حدیث هست و بخش های مختلف علمی را در بر میگیرد و یکی از آثاری و تعلیفاتی ایشان که بسیار مشهور و معروف است به نام تفسیری القرآن الکریم و جزوی مفسرین قرآن هم به حساب می رود و دیگر کتاب ایشان مسند هست و جامعه صحیح هست و بر می گردیم که ایشان بعد از این همه تعلیفات و خدماتی که برای اسلام و مسلمین انجام دادن در سال در سال 77 هفت یعنی 77 هجری ایشان یعنی در سینی در سن 77 هجری ایشان از دنیا رحلت کردند امام دارمی رحمت الله علیه در سمرقند به سن 77 یعنی پیرسال شد پیرمرد شد و به سن 77 که رسید از دنیا رحلت کرد و داری فانی را ودا گفت و به الله تبارک و تعالی پیوست و روز جمعه موافق با روز عرفه ایشان وفات کردند و یکی دیگر از شخصیت های بزرگ تاریخ اسلام و مسلمین که در تمام زمینه های علمی برای اسلام خدمت کردن به نام الامام ابو بکر القفال الشاشی که این شاش یکی از شهرهای بسیار کهنه ماورا نهر بود و بعد یعنی از نامش چون که بسیار قدیمی هست و حالا معروف نیست اما حالا معروف به شهری تاشقند هست که این آسیمه و پایتخت ازبکستانی کنونی است امام ابوبکر قفال شاشی موافق در 904 هجری تولد شد و ایشان در مدینه شاش گفتیم که یعنی تاشقند امروزی به دنیا آمد و بعد از سنی روش رسیدنش عازم سفرهای مختلف شد و به سوی خراسان و عراق و بغداد و حجاز و مصر اینجا سفر کرد و توانست که از شخصیت های زمانوی آن زمان استفاده کند و از آنها علوم فراوان را برای ما نقل کند یکی از شخصیت های عظیم و بزرگی که ایشان از آنها تربیت یافتند و علم را آموختند ابن خوزیمه هست که صاحب کتاب صحیح است و همچنین یکی از اساتیز ایشان که یکی از مفسرین بزرگ اسلام به حساب می رود بنام ابن جریری الطبری که تفسیر طبری بی بسیار معروف و مشهور است که زبان زدی تمام خاص و عام هست و همچنین یکی از حافظان و امامان بزرگ اسلام و مسلمین امام بغوی هست که کتاب مشهور هم در مورد الجامع بین صحیحین دارد و کتاب های دیگر هم دارد انشالله در مورد امام بغوی هم صحبت خواهیم کرد و شاگرده های مشهوری امام ابو بکر القفالی از که که خود خودش با اینکه از شخصیت های بسیار مهم و بزرگ استفاده کردن این شخصیت هم توانیست که شخصیت های بزرگی برای اسلام و مسلمین به وجود بیاورد و تربیت کند یک از مشهورترین شاگردان ایشان امام ابو عبدالله حاکمی نیشابوری به حساب می رود که ایشان صاحب کتاب المستدرک هستند و یک دیگر از شخصیت های مهمی که شاگرد ایشان هستند ابو عبدالله ابن منده هست که صاحب کتاب التوحید و الایمان هست و دیگر شخصیت و دیگر شخصیت ها و بزرگانی که از ایشان تربیت یافتند و علم کسب کردند و به آنها نصیب شد که شاگرد این بزرگوار باشند بسیار هستند و ما نمی توانیم همه اینها را در این مدت کوتاه برای شما ذکر کنیم امام زهبی رحمت الله علیه در موردی بزرگواری و این شخصیت عظیم می که الامام العلامه هم امام هست هم علامه هست و همچنین الفقیه الاصول اللغوی یعنی بسیار خلاصه امام زهبی رحمت الله علیه این شخصیت را در یک در چند تا کلمه برای ما ذکر میکند که کفایت هست هر که این شخصیت را بشناسد اول اینکه امام هست و علامه هست و فقیه هست و اصولی هم هست با این وجود اهلی لغت هم هست و بزرگترین عالمی خراسان به شمار می رود و امامی وقت و زمانی خودش بوده است و صاحبی تعلیفات بسیار کتاب ها می باشد و همچنین بزرگترین عالم ما و نهر و خراسان و تمامی دنیا در زمان خودش بوده است و این تعریف برای شناختن این ایشان کفایت میکنیم و برمیگردیم به بعضی از تالیفاتی که ایشان برای ما و مسلمان ها تقدیم کرده است میتوانیم یکی از بزرگترین تالیفات ایشان را ذکر کنیم به نام کتاب تفسیر الکبیر للقرآن الکریم این شرح دهنده این امیشاشی ام می باشد و همچنین شرح کتاب الرساله ای امام شافعی و همچنین کتاب دلائل النبوه و کتاب محاسین و شریع و کتاب ادب القضا و دیگر کتاب های بشماری که ایشان برای مسلمان ها این همه کتاب های علمی رو پیش پیشکش کرد و, و, خدمت کرد و حالا برمیگردیم به سوی که بعد از این همه خدمت فراوانی که ایشان برای اسلام و مسلمین انجام دادن و ایشان در سال 976 میلادی موافق با 365 هجری از دنیا رحلت کردند و وفات کردن و در شهر مقبره ایشان در شهر شاش می باشد که تاشقند امروزی هست و متاسفانه مورد زیارت گاه قرار گرفته است که ما می توانیم که در این تصویر مشاهده کنیم که ایشان در کجا زندگی می کرد و مسکنش کجا هست و در کجا وفات کرد و خدمت هایی که ایشان برای اسلام و مسلمین فراهم کرد و یکی دیگر از شخصیت های مهم اسلام که با از علمای بخارا به شمار می رود و نه این که عالم تنهای بخارا بود بلکه عالم ماورا و نهر در زمان خودش و همچنین عالم خراسان و دیگر کشورها بود که از تمام جهان برای کسب فیض از ایشان می آمدند و زانوی تلموز می زدند این شخصیت به نام الامام الحافظ الحجه یحیی ابن جعفر ابن اعین البارقی که کنیه ایشان ابو زکریا هست مولای بخاری بکندی می باشد در سال 243 هجری به دنیا آمد که ملقب به محدث بلاد ماورا و نهر است ایشان که صاحب کتابی بسیار تفسیری بزرگ هست و همچنین در مورد کتاب در دیگر مورد هم کتاب های تعلیف کرده است به نام کتاب و سوم و سالاد و المناسک و و از بزرگترین شخصیت ها و تابعین شان کسب فیض کردند و می توان از آنها بعضی را نام برد به سفیان ابن عیینه و محمد ابن فوزیل ابن غزوان و وکی ابن الجراح و ابو معاویه الضریر و این شخصیت ها بزرگترین استادان ایشان می باشد و همچنین توانستند که دیگر بزرگان از این شخصیت بزرگ و حافظ و محدث بلاد ماورا و نهر استفاده کنند به نامی یکی از آنها را می توان برد که از ایشان کسب فیض کردند و روایت های بسیاری هم دارند به نام محمد ابن اسماعیل البخاری و دیگر شخصیت هایی که از ایشان استفاده کردن به نام ابو جعفر احمد ابن یوسف ابن الجنید و حسین ابن, عف... ابن یحیا البیکندی و دیگر شخصیت های بزرگی که از ایشان کسبی فیض کردن امام سمع... ابو سعد السمعانی رحمت الله علیه می که ایشان بز صاحب بزرگترین کتاب تفسیر هست و دیگر کتاب های هم تعلیف کرده است. ایشان در سال در سال 243 هجری دار فانی را و گفتند و به ملاقات الله تبارک و تعالی پیوستند و یکی دیگر از شخصیت های بزرگ ما و نهر می نام برد به نام ابو بکر الرازی که معروف به الجساس هست اشان در مدینه ری که در ازبکستان کنونی قرار دارد سال 305 هجری به دنیا آمد و بعد از این که به, سن رشد رسید رحلت به سوی بغداد کرد برای طلب کردن علم و از مشایخ آنجا استفاده کرد و تا این که در بغداد سکونت کرد و ریاستی امام بودن احناف و ایشان در زمان خودش تمام شد و, و یکی از بزرگترین امام های احناف به شمار می رود استادان ایشان یکی از بزرگترین استادان ایشان می توان نام بر ابو الحسن الکرخی و همچنین ابو حاتم رازی و همچنین ابو سعیدی دارمی که در موردش صحبت کردیم صاحبی مسند است و کتاب هایی که بسیار ایشان تعلیف کردند ما یکی از کتاب مهمی مهم ایشان را ذکر میکنیم که به شرح الجامع الکبیر و همچنین الجامع الصغیر لی محمد حسن الشیبانی که شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به حساب می روید. و این شخصیت بزرگوار بعد از این همه خدماتی که برای اسلام و مسلمین انجام دادن و شاگردان بسیار بزرگ هم برای اسلام تقدیم کردند در سال 372 هجری داری فانی را ودا گفتند و به ملاقات الله تبارک و تعالی پیوستند ما دوباره برمیگردیم به یکی از بزرگترین شخصیت هایی که در زمان خودش به فقه و اصول و تفسیر و اینا مشهور بود و از جوانی معروف به زکاوت و هوشمندی بود ایشان نامش ابو لیسی سمرقندی هست و خدمت های بسیاری فراوانی کردن و چون که در مورد ایشان و در مورد کتاب هایی که تعلیف کردند و خدماتی که برای اسلام و مسلمین انجام دادن در برنامه بعدی انشاءالله زندگی ایشان را کمی مفصل تر برای شما ذکر خواهیم کرد تا اینکه ما بیشتر به ایشان آشنا شویم و تا برنامه بعدی شما را به الله تبارک و تعالی می صحت و سلامت باشد خدا نگهدار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته